سلام شنوندگان عزیز، به برنامه پرسش و پاسخ تلگرامی امروز خوش آمدید. موضوع برنامه امروز خودکشی کودکان و جوانان در ایران است. در کشوری که میلیون ها جوان هیچ امیدی به داشتن شغل، حد معینی از رفاه، تأمین اجتماعی و آزادی ندارند، افزایش آمار خودکشی چندان جای تعجب ندارد. آسیب‌های اجتماعی می‌توانند از فشاری که تنگناهای گوناگون در جامعه مانند ایران بر والدین وارد می‌کنند، مستقیم و غیر مستقیم به نوجوانان منتقل شود و آنها را در دریای ناامیدی غرق کند. دورنمایی که کانون خانواده‌ها را از هم می‌پاشد و به همراه آن زندگی فرزندان را متلاشی می‌کند. از این گذشته رواج خشونت در جامعه مانند قتل‌های ناموسی، زنکشی، کنترل بی‌رویه فرزندان و اعدام‌های خیابانی که سیاست‌های حکومت در آن نقش تعیین کننده دارند نیز از عوامل آسیب‌های روانی به همه آحاد جامعه و در نوک این هرم به جوانان، نوجوانان و کودکان است. در برنامه امروز میزبان دکتر رضوان مقدم هستیم. خانم دکتر رضوان مقدم دارای فوق لیسانس در آمار ریاضی و روانشناسی، دکترا در رشته علوم سیاسی و اجتماعی، در رشته مطالعات جنسیتی از دانشگاه فوی بلدین هستند. ایشان از بنیانگذاران هم اندیشه جنبش زنان، کمپین 1,000,000 امضا، منشور زنان، مادران صلح، عضو فعال خانواده خاوران و مؤسسه کمپین علیه اسید پاشی هستند. بعد از بارگزاری صحبت‌های اولیه خانم مقدم، شما کاربران عزیز می‌توانید سوال‌هایتان را بنویسید و ایشان در حد امکان به سوال‌های شما پاسخ خواهند داد. لطفاً در طول برنامه از بارگزاری مطالب خیر خودداری فرمایید. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه پرسش و پاسخ تلگرامی امروز خوش آمدید. موضوع برنامه امروز خودکشی کودکان و جوانان در ایران است. در کشوری که میلیون ها جوان هیچ امیدی به داشتن شغل، حد معینی از رفاه، تأمین اجتماعی و آزادی ندارند، افزایش آمار خودکشی چندان جای تعجب ندارد. آسیب‌های اجتماعی می‌توانند از فشاری که تنگناهای گوناگون در جامعه مانند ایران بر والدین وارد می‌کنند، مستقیم و غیر مستقیم به نوجوانان منتقل شود و آنها را در دریای ناامیدی غرق کند. دورنمایی که کانون خانواده‌ها را از هم می‌پاشد و به همراه آن زندگی فرزندان را متلاشی می‌کند. از این گذشته رواج خشونت در جامعه مانند قتل‌های ناموسی، زنکشی، کنترل بی‌رویه فرزندان و اعدام‌های خیابانی که سیاست‌های حکومت در آن نقش تعیین کننده دارند نیز از عوامل آسیب‌های روانی به همه آحاد جامعه و در نوک این هرم به جوانان، نوجوانان و کودکان است. در برنامه امروز میزبان دکتر رضوان مقدم هستیم. خانم دکتر رضوان مقدم دارای فوق لیسانس در آمار ریاضی و روانشناسی، دکترا در رشته علوم سیاسی و اجتماعی، در رشته مطالعات جنسیتی از دانشگاه فوی بلدین هستند. ایشان از بنیانگذاران هم اندیشه جنبش زنان، کمپین 1,000,000 امضا، منشور زنان، مادران صلح، عضو فعال خانواده خاوران و مؤسسه کمپین علیه اسید پاشی هستند. بعد از بارگزاری صحبت‌های اولیه خانم مقدم، شما کاربران عزیز می‌توانید سوال‌هایتان را بنویسید و ایشان در حد امکان به سوال‌های شما پاسخ خواهند داد. لطفاً در طول برنامه از بارگزاری مطالب خیر خودداری فرمایید.
همونطور که عرض کردم، خودکشی کودکان و نوجوانان در سال گذشته شوک‌آور و هشدار دهنده بودش. در شمال کشور ما شاهد خودکشی 4 دختر در شمال بودیم که 2 نفر از اونها در آمول بابل فوت کردند و 2 نفر دیگر از اونها هم به کما رفتند. هر سال پس از اعلام نتایج کنکور شاهد اخباری مبنی بر خودکشی نوجوانانی هستیم که در کنکور موفق نمیشند. اما از این اخبار دهشتناکتر خودکشی پسر بچه 11 ساله به اسم محمد بود که به خاطر نداشتن گوشی تلفن همراه و اینکه نمیتونست در کلاس‌های آنلاین شرکت بکنه خودکشی کرد. مادر محمد میگفت که دلیلش این بود که تلفن نداشت و افسرده شده بود، اگرچه مسئولین آموزش پرورش اعلام کردند که گوشی تلفن همراه در اختیارشون گذاشته شده، ولی مادر محمد این رو تکذیب کرد. ما شاهد یک مورد قتل هستیم که کودک 12 ساله‌ای در سعادت آباد به وسیله کلت کمری به مغز خودش شلیک میکنه و یک ویدیوی 12 دقیقه‌ای هم از خودش به جا میگذاره و که مقابل دوربین میشینه و میگه که زندگی براش خسته کننده و ناامید کننده است و دیگر دوست نداره به زندگیش ادامه بده. در رابطه با این مورد قتل، پدر مادر پسر بچه از هم جدا شده بودن، طلاق گرفته بودن و اون نزد پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکرد. مورد دیگه ما قتل خودکشی کودکان داریم که باز هم دختر بچه است که ایشون هم از داشتن گوشی تلفن محروم بوده، در رام هرمز زندگی میکرد و خودش رو حلق‌آویز کرد. یا مثلا رضا یک پسر بچه دیگه است که 2 تجدید آورده و در نامه که از خودش گذاشته گفته که مادر منو ببخش از اینکه من دارم خودکشی میکنم. در زندگی به اصطلاح رضا این مسائل پیش بوده که تازه اسباب کشی کرده بودن به محله جدیدی و اینکه در اون محله این بچه تنها بود. مورد دیگه پسر بچه 14 ساله مشهدی هست، اونم هم نزد پدر بزرگ و مادر بزرگش بود، فرزند طلاق بود. مادر بزرگش در توصیف خصوصیات خلقی این پسر بچه میگه که او نوجوان بسیار آرام و سربراه بود. خب من اگر بخوام مثال‌های از خودکشی کودکان رو اینجا بگم خیلی زیاد هست، فقط نمونه‌های رو اینجا مطرح کردم تا مشخص بشه که در حقیقت این مسئله که می‌خوایم راجبش صحبت بکنیم در چه ابعادی است. البته همونطور که گفتم اینا فقط نمونه‌های کوچیکی بود و آمار خودکشی‌ها بسیار بسیار فراتر از اون هست. فقط کافی است که بگم که در بعضی از استان‌ها مثل استان همدان، تهران و اصفهان میزان این خودکشی‌ها خیلی در حقیقت شوک‌آور هست و جدی است و باید به این مسئله بسیار توجه کرد. اما آنچه که مسلم هست، آمار رسمی متاسفانه اونجور که باید شاید در اختیار کارشناسان هم قرار نمیگیره. این آمار باید واقعا پنهان نمونه از مردم تا کارشناسان روانشناسی، علوم اجتماعی بتونن با روش‌های علمی به تجزیه و تحلیل این معضل اجتماعی بپردازن و با ریشه یابی اصولی علل این خودکشی‌ها بشه گام موثری برای پیشگیری از این امر برداشت و خانواده هایی رو از اندوه نجات داد و همینطور نوجوانانی رو که در حقیقت زندگیشون بسیار ارزشمند هست بتونیم از یأس و ناامیدی نجات بدیم. خب حالا من برمیگردم به آماری که وجود داره. آمار رسمی ثبت احوال خودکشی کودکان رو پنجمین عامل مرگ و میر نوجوانان و جوانان میدونه که حدوداً به 4% از اینا مربوط به خودکشی هست. تحقیق جامع و به اصطلاح دقیقی در مورد بررسی خودکشی های کودکان تا حالا متاسفانه انجام نشده.
یک مورد ما تحقیق داریم که انجمن دفاع از حقوق کودک انجام داده. در این پژوهش نشون داده شده که از سال 90 تا 99 200 تا مورد خودکشی کودکان رو بررسی کردن. البته در تحقیق خودشون هم اعلام کردن که مسلماً از این خیلی بیشتره، یعنی اون 250 موردی که حالا در دسترسشون بوده اونها رو مورد مطالعه قرار دادن. در این تحقیق اونچه که مثلا خروجی های این تحقیق هست نشون داده که 45% از خودکشی ها بین کودکان 9 تا 14 ساله بوده و 55% اونها بین 15 تا 18 سال. همینطور نتایج این تحقیق نشون داده که 26% از این خودکشی ها مربوط به مشکلات آموزشی در و 28% مربوط به درگیری های با خانواده و 20% هم ازدواج های اجباری است. مجموع این ها میشه حدودا 74% که قابل توجه هست. که از مشکلات و یا در حقیقت میشه گفت موانعی که در سر راه ریشیابی این مسئله هست برخورد مسئولین مملکت هست با این پدیده ها. وقتی ما راجع به پدیده های غیر عادی و خشونت آمیز مثل خودکشی کودکان یا قتل های ناموسی صحبت می کنیم، عده‌ای از مسئولین به جای اینکه به فکر چاره اندیشی باشند، اخباری که در این مورد منتشر میشه اونها رو سیاه نمایی و حتی اقدام علیه امنیت ملی تلقی میکنن. من میخوام به یه مورد مشخص اشاره بکنم. یکی از موارد خودکشی دختر 15 ساله رام هرمزی بود که به علت منع شدن دختر از دسترسی به تلفن همراه بود که این ممنوعیت از سوی برادر و برادران و پدرش که یک خانواده سنتی بودن اعمال میشد. خب این دختر دست به خودکشی زد. جالب توجه اینه که اداره ارشاد رام هرمز به دستور فرمانداری رسانه ها را از انتشار اخبار مربوط به خودکشی کودکان منع کرد، یعنی بخشنامه صادر کردن که شما حق ندارید اخبار مربوط به خودکشی کودکان رو اطلاع رسانی کنید. خب وقتی این اخبار اطلاع رسانی نشود، کارشناسان امر، آموزش پرورش، روانشناسان، جامعه شناسان از کجا باید متوجه این معضل اجتماعی بشوند تا در صدد حل این مسئله بیاند؟ یا چطور خانواده های دیگر متوجه نشن که حواسشون جمع باشه به کودکان خودشون که این اتفاق برای کودک خودشون پیش نیاد؟ خانواده، آموزش پرورش، روانشناسان تربیتی و کودک لازم است که در این مورد ریشه‌یابی کنند و به این سوال پاسخ بدن چرا کودکی که در حقیقت دوران شیطنت و بازی و شادی کردنش رو باید طی بکنه و بایستی در اوج هیجان و شور زندگی باشه به فکر خودکشی میفته و بدتر از اون اصلا دست به خودکشی میزنه و چطور میشه که اونچنان یأس و ناامیدی رو تجربه میکنه که دنبال این هست که ببینه راههای خودکشی چی هستند. این مسئله مهمی است. وقتی که اخبار منتشر نشه مثل این هست که ما در حقیقت اون چیزی که حالا بایستی روش بحث بشه این رو از انکار استفاده بکنیم. انکار این واقعیت ها راه حل مشکل. خب در بررسی هایی که انجام شده بیشترین عواملی که در خودکشی کودکان به چشم میخوره، یکی فشار شدید خانواده و اعمال خشونت و محدودیت هست، اعتیاد والدین، فقر شدید اقتصادی، مشکلات آموزشی، احساس طرد شدگی. کودک به این نتیجه میرسه که کسی براش اهمیتی قائل نیست و همینطور ارتباط ضعیف کودک با همسالان و انزوای اجتماعی، همینطور برآورده نشدن ابتدایی ترین نیازهای کودکان. مثلا نمونه اون زینت دختر 11 ساله گلدره‌ای بود که آرزوی داشتن یک لباس نو رو داشت و چون از خانواده خواسته بود که یک لباس نو بخرن و نتونسته بودن براش تأمین بکنن، خودش رو حلق‌آویز کرد. بعد از اینکه مادر جسد حلق‌آویز شده یه دخترش رو میبینه، میگه کاش من گدایی میکردم و براش لباس میخریدم تا خودش رو نکشه.
در اینجا واقعا بایستی توجه کسانی رو به این نکته جلب کرد، مثل آقای خامنه ای که بدون برنامه، بدون احساس مسئولیت و تعهد در مقابل مردم، اونها رو تشویق به فرزندآوری هرچی بیشتر میکنن. و این مسئله تا جایی پیش میره که حتی غربالگری رو هم از برنامه بهداشت دوران بارداری حذف میکنن. اینجا واقعا لازم هست به این نکته توجه بشه که این پدر مادر هستند که در برابر فرزندان خودشون مسئول هستند. چون هیچ فرزندی که به میل خودش که به دنیا نمیاد، این پدر مادر هستند که تصمیم میگیرن صاحب فرزند میشن. اگر پدر و مادری توانای تأمین نیازهای 4 تا فرزند رو نداره، باید لازمه به این نکته توجه بکنه که خب این بچه به دنیا میاد، چگونه میخوان با این بچه برخورد بکنن. وقتی که کودک خودش رو با همسالان خودش در فامیل، مدرسه، محله مقایسه میکنه، کمبودها رو حس میکنه و این احساس بهش به دست میاد، این احساس رو پیدا میکنه که پدر مادرش اونو دوست ندارن و این فشار روانی بر این کودک بیشتر از توان و ظرفیت روانیش هست. یا مثلا در مواردی که پدر و مادر از هم جدا میشن، طلاق میگیرن، غالبا این کودکان وجه معامله پدر و مادر قرار میگیرن. طبق قوانین اسلامی خب حضانت به پدر تعلق میگیره. بعد از انقلاب که خب مادر تا 2 سالگی حق نگهداری داشت، بعد از تلاشهای فعالین حقوق زنان این مسئله به 7 سال رسید. ولی برای کودکی که جدایی رو از مادر تجربه میکنه، یک شوک روانی دردناک است. و علاوه بر اون یکی از مشکلات این هستش که پدر و مادر بعد از جدایی با هم دشمن میشن. متاسفانه کودک این وسط، کودک یا کودکان میشن قربانی کشمکش بین پدر و مادر میشن و وجه معامله قرار میگیرن. در این موارد کودکان مسئله جدایی پدر و مادر رو نمیتونن به اصطلاح معروف هضمش بکنن و در این موارد هم بچه ها احساس میکنن که مورد بیمهری پدر مادر قرار گرفتن، احساس تنهایی میکنن، احساس افسردگی و طرد شدگی بهشون دست میده. و مهمتر از همه این که همین که حسی که بهشون دست میده این هستش که پدر و مادرشون به اندازه کافی برای اونها ارزش قائل نشده و نمیشد. و خب همین باعث میشه که یک نوجوان، یک کودک احساس این بهش دست بده که ناامید هست و این زندگی رو دوست نداره. یا مثلا مشکلات آموزشی که برای کودکان پیش میاد، به ویژه مثلا قبول نشدن در امتحانات مثلا آخر سال یا قبول نشدن در کنکور. پدر و مادر اینجا در حقیقت وظیفه دارن به کودک خودشون این اطمینان رو بدن که ما شما رو به خاطر موفقیتتون دوست نداریم، بلکه ما شما رو به خاطر اینکه فرزند ما هستید ما دوستتون داریم. و هر این اطمینان رو بدن به کودک که هر شکستی مقدمه پیروزی هست. بچه هایی که این به اصطلاح اطمینان از طرف خانواده بهشون داده نشه، عدم موفقیت خودشون رو، حمل بر ناتوانی خودشون، بی فرهنگی و یا بی ارزگی و یا در حقیقت کوچک بودن و احساس تحقیر از طرف خودشون و اطرافیان و حتی دوستانشون حس میکنن و همین باعث میشه که کودک دست به حذف فیزیکی خودش بزنه. کودکانی که مورد خشونت قرار میگیرن، در حقیقت اون بحرانی ترین لحظاتی که براشون به وجود میاد منجر به یک تصمیم آنی و ناگهانی در کودک میشه، برخلاف به اصطلاح بزرگسالان که روی مسئله خودکشی خودشون از مدت ها پیش برنامه ریزی میکنن، حتی راجبش حرف میزنن، میرن کم درد ترین روش خودکشی رو مثلا پیدا میکنن. کودکان این حالت رو ندارن. کودکان اون چیزی که رو از طریق فیلم ها یا هر چیزی که دیدن و در ذهنشون هست به اون دست میزنن و متاسفانه اغلب خودکشی هایی که توسط کودکان انجام میشه برخلاف بزرگسالان موفقیت آمیز هست. مثلا یک بزرگسال میدونه چند تا قرص باید بخوره تا کشته بشه، تا خودکشی بکنه، در حالی که یک کودک از این اصطلاح اطلاع نداره و کاری که انجام میده، یا مثل همون کودک 12 ساله که در سعادت آباد بود با یک گلوله
خودش رو خلاص میکنه. اینجا من مایل هستم یک علائمی رو که یا نشانه هایی رو که در کودکانی که میل به خودکشی دارن خدمت شنوندگان عزیز بگم، تا والدین و کسانی که از کودکان مراقبت میکنن مثل پدر بزرگ، مادر بزرگ یا حتی مراکز نگهداری با این علائم آشنا باشن. کودکی که میل به خودکشی داره معمولا گوشه‌گیر میشه، عادتهای غذاییش تغییر میکنه، کم حرف میشه، به اتاق خودش پناه میبره، در از روی خودش میبنده و گریه های بدون دلیل داره، به خصوص شبا گریه میکنه، افسردگی داره. البته گاهی وقتا هم بچه پرخاشگر میشن، منتها غالبا کودکانی که پرخاشگری میکنن کمتر در معرض خودکشی قرار دارن، چون یه نوع خودشون رو تخلیه میکنن و بیشتر ما نگران کسانی باید باشیم که کمتر حرف میزنن و در خودشون فرو میرن. البته این نکاتی رو که من اینجا عرض کردم به معنای این نیست که هر کودکی این علائم رو داشت دست به خودکشی میزنه، اما اینا علائم هشدار دهنده هستند. خب ما باید چیکار بکنیم؟ به محض مشاهده این علائم که گفته شد باید لازمه به کودک توجه بکنیم و از به اصطلاح مشاوره ها استفاده بکنیم. اگر مراکز مشاوره رو میشناسیم به اونجا مراجعه بکنیم، اگر نمیشناسیم سوال بکنیم. نباید صورت مسئله رو پاک بکنیم، بلکه لازم هست که ما مسئله رو حل بکنیم. کودکی که یک بار دست به خودکشی میزنه و نجات پیدا میکنه، احتمال اینکه دوباره دست به خودکشی بزنه هست. بنابراین لازم هستش که این عواملی که اون کودک رو در اون خانواده به مرز خودکشی رسانده، اینها شناسایی بشه. چون همونطور گفتم علتهای خودکشی در کودکان مختلف متفاوت هست. مثلا در دختران به خصوص در بین مثلا 13 تا 17 سالگی، اینهایی که کودک همسری بودن خیلی زیاد هست. یعنی همونطور که انجمن دفاع از حقوق کودک تحقیق کرده بود گفتیم که 20%شون مربوط به 20% خودکشی هایی که هست که از بین دختران، یعنی کلش 20% دخترانی هستن که با ازدواج اجباری بوده. و خب اینها باید در حقیقت شناسایی بشه و محیطی برای کودک فراهم بشه تا از زندگیش لذت ببره و احساس رضایت و سرزندگی بکنه. اگر که این علائم رو ما ببینیم نباید سرسری بگیریم، بلکه همونطور گفتم از روانشناس کودک کمک بگیریم. وسائل خطرناک مثل داروها، سمها بعد از دسترس کودک دور بشه و بیشتر توجه بکنیم، لحظات خوبی رو باهاش فراهم بکنیم، باهاش به پارک بریم، باهاش گفتگو بکنیم، باهاش بازی بکنیم و بهش اطمینان بدیم که عدم موفقیت تحصیلیش ارزش اون رو پیش ما کم نمی کنه. و همونطور گفتم بهش بگیم که شکست مقدمه پیروزی هست. بکشف بکنیم، ببینیم چه چیزی باعث نگرانی بچه‌مون شده، فرزندمون شده و کمک بکنیم تا نگرانیش رفع بشه. خب من آماده هستم تا دوستان اگر سوالی دارند سوالشون رو مطرح بکنن و ممنونم از اینکه حوصله کردید و به صحبت‌های من تا اینجا گوش دادید. سوال شده که شما به پخش اخبار اشاره کردید و به درستی تأثیر انتشار اطلاعات برای برخورد بهتر خانواده‌ها، روانشناسان و فعالان اجتماعی رو توضیح دادید، اما این اطلاعات در اختیار بچه هم قرار می گیرد و در این نابسامانی های اجتماعی کشور ما بچه در اوج ناامیدی خودکشی رو احتمالاً به عنوان یک راه حل انتخاب می کند، چنانچه بعد از اولین خودکشی به خاطر نداشتن وسیله الکترونیکی برای پیوستن به مدرسه آنلاین بلافاصله شاهد چند مورد خودکشی به همین دلیل بودیم. لطفاً در این باره توضیح دهید. خب سوال بسیار خوبی است. ببینید دوستان، مسئله این که بچه‌های دیگر هم حالا مواردی دیده شد که خودکشی کردن، یک مورد دختر رام هرمزی بود که 15 ساله بود و اون خانواده منعش می‌کردن از داشتن گوشی تلفن و حالا مواردی دیگری اگر پیدا شد، این به دلیل در حقیقت خبری شدن مسئله نیست. یعنی ما تحقیقی در این مورد نداریم که آیا این بچه هایی که به اصطلاح خودکشی کردن آیا این اخبار رو دریافت کرده بودن که دست به خودکشی زدن،
یا اینکه همون اتفاقی که در درون اون بچه‌ای که 11 سالش بود و برای اولین بار خودکشی کرد، همین مسئله هم برای کودکان دیگری در نقاط دیگری از ایران رخ داده. همونطور که مثلا فرض کنیم بچه های طلاق اگر که خودکشی میکنن، این نه به دلیل این هست که این اخبار رو شنیدند، بلکه به دلیل مشکل مشابه هست. یا مثلا وقتی که انجمن حمایت از حقوق کودک، انجمن دفاع از حقوق کودک تحقیقی رو انجام میده و میگه 20% خودکشی هایی که انجام میشه با ازدواج های به اصطلاح در حقیقت کودک همسری هست، این نه به دلیل درج خبر بلکه به دلیل مشکل مشابه هست. و همونطور که گفتم ما هیچ آماری نداریم که این کودکان به اخبار دسترسی پیدا کردن و مثلا اگر دیدند که در مثلا فلان کودک همسر خودکشی کرده پس اون هم خودکشی کنه، نه، بلکه در حقیقت همون یأس و ناامیدی هست که به یک نوجوان، به یک کودک در حقیقت اینقدر قوی میشه که روح و روان اون کودک کشش حمل اون بار و رنج رو نداره. مطرح شده به این صورت که در شرایط سختی که نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد سرکوب میشوند و امکانات دولتی هم فراهم نمی شود، چه امکانات جانبی برای کمک رسانی در زمینه احیای امید به زندگی در نوجوانان هست که اشخاص به صورت فردی بتوانند به کار بگیرند؟ خب اول اینکه خب واقعیتش اینه که بله، متاسفانه در جریان به اصطلاح کشور ما ایران جریان یکی بر سر شاخ بن می برید هست و حاکمیت به جای این که سپاسگزار انجمنها و نهادهایی باشه که در زمینه فعال هستند، مانع از اونها میشه. خب این بحثش جدا هست، اما پاسخ سوال شما به صورت فردی، خانواده ها باید به هر حال شرایط شادی رو برای بچه هاشون فراهم بیارن. اگر که مشکلاتی دارن با جوانان حرف بزنن، با کودکانشون صحبت کنن. این صحبت کردن و گفتگو کردن رو از هم ابتدای زندگی، یعنی واقعیتش هم اینه که خب پدر مادری که خودش آموزش ندیده، خودش در حقیقت انواع و اقسام خشونت ها رو تجربه کرده، خیلی نمیشه ازش انتظار داشت. اما مسئله خودکشی ها فقط به خانواده های با سطح پایین اطلاعات نیست. مثلا همون کودکی که 12 ساله و در شهرک غرب به وسیله کلت کمری خودکشی کرد، خب از خانواده تحصیل کرده، پدر و مادر پزشک، یا حالا پدر بزرگ و مادر بزرگ، اخباری که درد شده دقیقا مشخص نکرده که پدر مادر این کودک پزشک بودن یا پدر بزرگ مادر بزرگ، در هر حال خانواده تحصیل کرده ای بودن. ما باید بتونیم که با کودکان خودمون گفتگو کنیم و از کمترین امکاناتی که داریم استفاده بکنیم تا محیط شادی رو براشون فراهم بکنیم و کودکیشون رو بکنن. این که عجلی برای این نداشته باشیم که کودک مثل بزرگسال باشه، هر سن و سالی به اصطلاح بازی های خاص خودش رو میطلبه. دقت کنیم روی اینکه بچه ها چه سریال هایی رو میبینن، چه فیلم هایی رو تماشا میکنن، در چه شبکه های اجتماعی میرن. اینها همه بایستی خانواده ها وظیفه دارن که فرزندانشون رو به صورت صحیحی کنترل کنن، نه کنترلگر باشن و بخوان کودکانشون رو در حقیقت نیازهای کودکانشون رو سرکوب بکنن، بلکه از طریق درستش. سال بعدی گفتین همونطور که شما اشاره کردید، والدین آموزش ندیده مشکل مهمی در زندگی کودکان هستن و همینطور والدینی که خود آسیب دیده اجتماعی و خانوادگی هستن در شرایطی که با موج بزرگی از ناامیدی و خودکشی در ایران مواجه هستیم و بعضاً نزدیک شدن به والدین برای زیر سوال بردن مشکلات رفتاریشان سخت و زمان بر است. کدام در اولویت است؟ آموزش والدین یا آموزش کودکان؟ خب ببینید، اول اینکه در حقیقت اینجا ما زیر سوال نمیبریم
والدین رو که به خاطر مشکلات رفتاریشون، بلکه همین والدین هم خودشون نیاز به مشاوره دارن. یکی از راه‌های بسیار ضروری و فوری ایجاد مراکز مشاوره رایگان هست در مناطق مختلف، هم شهری هم روستایی. واقعا پیشگیری، همیشه گفتن پیشگیری کم هزینه تر از درمان هست. شما فکر کنید یک کودکی تا به سن 14-15 سالگی برسه چقدر هزینه برده تا به اون سن رسیده، و اگر که حکومت در نظر بگیره به جای این ریخت و پاش ها و کارهایی که حالا جاش اینجا نیست من در این بحث بخوام مطرح بکنم، واقعا تأسیس مراکز مشاوره هزینه اونچنانی نداره. این همه گشت ارشاد هزینه می کنن برای انواع و اقسام جزوه های مذهبی در تیراژ 100,000 نسخه، 200,000 نسخه چاپ می کنن، و باید ثابت شده باشه که این گونه آموزش ها تا الان به هیچ عنوان اثرگذار نبوده، نه در ساخت زیربنای اخلاقی، نه در ساخت فرهنگی، و تمام پول دوریختن بوده، صرف هزینه بیهوده بوده. نیاز هست به این که بروشورهای خیلی ارزان قیمت و کوتاه با یک سری جملات آموزشی اولا در همه جا توضیح بشه، حالا در زمینه‌های تربیت کودک و در زمینه بهداشت روانی، در زمینه مسائل مربوط به بازی‌هایی که کودکان نیاز دارن، و اینها به رایگان در اتوبوس‌ها قرار داده بشه، در اماکن عمومی قرار داده بشه و در اختیار مردم باشه. اینکه والدین آموزششون لازم هست یا کودکان، خب به دلیل اینکه در مدارس بچه‌ها وقت زیادی رو در مدارس می‌گذرونن، در مدارس با تو آموزش داده بشه، و همزمان با اون می شود از شبکه‌های تلویزیونی به جای سریال‌هایی که خیلی بدآموزی هم دارن، می شود برنامه‌هایی رو، آموزش‌هایی رو چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم از رسانه‌های عمومی پخش کرد. از الان خب مردم کمتر، حالا شاید رادیو باشه و بیشتر به سمت تلویزیون باشه، به هر حال رسانه‌هایی که بیشتر کار برداره از اون طریق بشه آموزش‌های لازم رو به جامعه داد. سوال رسیده، آیا آماری از خودکشی نوجوانان دیگر باشان جنسی و LGBT در دست است؟ خودکشی در بین این افراد به چه وضعیتی قرار دارد؟ متاسفانه این هم مثل سایر مسائل خیر آمارهای دقیقی وجود نداره و شدیدتر هم هست، به خاطر اینکه اولا دگرباشی در ایران جرم انگاری شده و طبق قانون در مورد چه گیها و چه لزبیانها مجازات تا حد اعدام وجود داره. به همین دلیل هست که حتی گرایش های جنسیشون رو، افرادی که به این دسته تعلق دارند، گرایش های جنسی خودشون رو حتی پنهان می کنند. و یکی از دلایل خودکشی دیگر باشان جنسی یا همه LGBTQ ها هم در حقیقت پنهان کردن گرایش جنسی هست. به همین دلیل ما خیر هیچ آمار دقیقی نداریم، چون این مسئله اصلا شفاف نیست. دیگری مطرح شده، با تشکر از حضور گرم شما در اتاق اتحاد چپ، با توجه به گوناگونی و عوامل جمع شده در ایجاد خودکشی و با توجه به اینکه فقر اقتصادی هم بسته است با خودکشی، به نظر شما عامل مهم در خودکشی فقر اقتصادی، فقر فرهنگی منبعث یافته از آن نیست؟ خب چرا؟ ببینید الان من نمونه هایی رو که در خودکشی ها بهش اشاره کردم، از جمله خودکشی دختر 15 ساله رام هرمزی، که در اون هم فقر فرهنگی است هم فقر اقتصادی هست. فقر فرهنگی از اونجایی است که برادران و پدر این دختر دوست ندارن که
دخترشون گوشی تلفن همراه داشت و تلفن همراه داشته باشه. و یکی دیگه هم مسئله به اصطلاح فقر اقتصادی هست، یا مثلا پسر 11 ساله ای که به دلیل نداشتن گوشی نمیتونه در کلاس های درس شرکت بکنه، یا حتی مثلا ممکنه خانواده حتی از لحاظ اقتصادی هیچ مشکلی نداشته باشن، از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی باشن، ولی فقر فرهنگی داشته باشن. یعنی به نیازهای عاطفی بچه هاشون توجه نکنند، یا در جایی که ازدواج به اصطلاح کودکان مطرح میشه. ببینید، من آماری رو که اشاره کردم بهش که انجمن دفاع از حقوق کودک روی 250 تا مورد قتل کار کرده بود، گفته بودن 20% خودکشی ها مربوط به ازدواج های زود هنگام یا ازدواج کودکان هست که قبل از 18 سالگی هست. و خب در چه خانواده هایی معمولا ازدواج کودکان هست؟ در خانواده که فقر فرهنگی دارن، وگرنه ممکنه خیلی هم ثروتمند باشن، یعنی از لحاظ اقتصادی هیچ مشکلی نداشته باشن، ولی کن باور داشته باشن به اینکه دختر 9 ساله میتونه ازدواج بکنه. بنابراین این دوتا عاملی رو که سوال کردید قطعا بله در خودکشی ها نقش دارن، اما هر کدومش به نوعی. سوال دیگری هم مطرح شده. با درود به مهمان گرامی و رفیق پروین، پرسش این است: با توجه به آماری که دادید، پراکندگی جغرافی عمدتاً در یک نقطه مشترک می باشد و آن فقر مالی و فقر فرهنگی است، راه حل آنی چه می باشد؟ ببینید، این راه حل آنی واقعا نداره، برای اینکه مسئله فرهنگی یک مسئله دراز مدت هست، یعنی باید کار کرد. و ولیکن میشه با گذاشتن ورکشاپ های آموزشی برای خانواده، یعنی نه اینکه حالا ما بگیم چون که راه حل آنی ما نمیتونیم، امروز مثل یه قرصی نمیمونه که بگیم اینو الان بخورم و درمان بشن. مسئله جسمی نیست، مسئله واقعا مسئله روحی روانی این جامعه هست. ببینید، این آموزه هایی که در طی سالها از طریق رسانه ها مستقیم غیر مستقیم، کتاب های درسی و آموزش های حتی مذهبی به نوجوانان داده میشه، حتی مثلا ممکنه یک پسر بچه ای مثلا اگر فرضاً علاقمند بشه به یک دختری در سن بلوغ، احساس گناه بکنه و همون احساس گناه منجر به خودکشیش بشه. موارد این چنینی هم داریم. بنابراین تنها راهی که به نظر میرسه میتونه عملی باشه و فوری باشه این هست که مهارت‌های زندگی آموزش داده بشه و تغییر در کتاب‌های درسی هست، کلیشه‌های جنسیتی برداشته بشه، آموزش داده باشه بین خانواده‌ها که فرق بین فرزندانشون نگذارن و اینکه سرزنش نکنن، تحقیر نکنن کودکان رو. همونطور که در صحبتام هم عرض کردم، شکست های کودکان رو براشون بزرگ نکنن، شکست هایی که حالا یا شکست های تحصیلی هست یا شکست عاطفی یا هر کدوم از اون مسائلی که باعث سرخوردگی و افسردگی کودک یا نوجوان میشه، بتونن باش ارتباط صمیمانه برقرار کنن، گفتگو کنن و با ایجاد صمیمیت در خانه و اینکه اون کودک احساس امنیت بکنه در خانواده. حتی برای پدر مادرایی که از هم جدا میشن، کودکشون رو وجه معامله قرار ندن. اینها همه کارهایی هست که آنی میشه انجام داده، یعنی واقعا با آموزش میشه، ولی در کل جامعه اگر بخوایم بگیم، این یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای میخواد که مستلزم واقعا مشارکت سازمان ها و وزارتخونه های مختلف هست که بتونن با هم در این راستا گام بردارن، مثلا به خصوص در آموزش پرورش که بسیار مهم هست. آموزش پرورش بتونه برنامه‌ای محوری در مورد آموزش، یعنی آموزش مهارت های زندگی رو جز برنامه های درسی قرار بدن. سوال دیگری که مطرح شده اینه که بخشی از جامعه ایران و رهبر جمهوری اسلامی اصولاً اختلالات روانی را به رسمیت نمی‌شناسند و افسردگان را به حال خود رها می‌کنند یا اصولاً این وضعیت را تشخیص نمی‌دهند. چطور می‌شود جامعه را در ارتباط با افسردگی کودکان فعال کرد؟ بله، اینم خب ببینید، اولاً که ما واقعاً نمی‌دونیم که آیا
آقای خامنه ای اختلالات روانی رو به رسمیت میشناسه یا نمیشناسه و این هم اصلا به رسمیت بشناسه یا نشناسه مشکلی از ما رو حل نمیکنه. مسئله اینه که جامعه بایستی به این مسئله بها بده، کارشناسان تربیتی باید به این مسئله بها بدن، برنامه ریزان و تصمیم گیران جامعه باید به این مسئله بها بدن. و این که اما این مسئله که چطور میشه که جامعه رو در مورد افسردگی کودکان فعال کرد، ببینید این بحث خیلی بحث پیچیده‌ای هست. جامعه کلن افسرده است، جامعه‌ای که بیشتر روزهاش یا عزاداری هست یا در بحران به سر میبره. وقتی پدر مادری خودشون افسرده هستن، چطور ما توقع داریم که کودکان شادی رو تربیت بکنن؟ یعنی این مثل حلقه های زنجیر به هم وصل هستش. رنگ های شاد وقتی که ممنوع هست، به خصوص بر پوشیدنش برای خانم ها، تمام اینها در حالات روحی روانی تأثیر میذاره. همونطور گفتم این یک مقداری یه پارادوکسی هست در جامعه که اصولا باید به اصطلاح آسیب شناسی بشه. و البته خب خیلی چیزاش هم بر مردم معلوم هست. واقعا جامعه ای که دو ماهش عاشورا توسا هست، یک ماهش ماه رمضان که خوردن و آشامیدن توش حرام هست، و استرابی که نوجوانان از این که در خیابون حالا مثلا یه نوشابه بخورن، ممکنه شلاق بخورن، همه اینها باعث میشه که به اصطلاح فضای افسردگی رو ایجاد بکنه. خیلی به هر حال منظورم اینه که خیلی کار هست برای این مورد و یک اراده جمعی رو میطلبه. دیگری مطرح شده، آیا آمار خودکشی های کودکان در ایران مختص خودکشی های موفق است؟ در مورد کودکانی که یک بار خودکشی کردند و نجات پیدا کردند، والدین چه باید بکنند؟ خیر، ببینید آمار مخصوص فقط خودکشی های موفق نیست. بسیاری از خودکشی ها خوشبختانه ناموفق هستند و ممکنه اون فرد نجات پیدا بکنه، اما کسی که یک بار دست به خودکشی زده، احتمال اینکه بار دیگر دست به خودکشی بزنه خیلی بیشتر از کسی هست که هرگز دست به خودکشی نزده. و حتما این بچه ها نیاز به تراپی دارن، حتما نیاز به توجه بیشتر دارن. به همین دلیل هست که خانواده‌ای که این مشکل هست و بچه‌شون یا راجع به خودکشی حرف میزنه و یا اینکه قبلا خودکشی کرده، این مسئله رو جدی بگیرن و رسیدگی بکنن به این مسئله. هم خودشون باید برن و آموزش ببینن که چه شکلی باید با یک همچین کودکانی برخورد بکنن، و هم اون بچه باید تحت درمان باشه، چون قطعا مشکلاتی هست، مشکلات روحی روانی هست که بایستی مورد درمان قرار بگیره. سوال دیگر، با توجه به ساختار و سیاست قرون وسطایی و محدودیت‌های ایجاد شده توسط رژیم ولایت مطلقه، توانسته است که به عنوان سدی در مقابل راهکارهای اعلام شده از جانب شما و یا هر نهاد مردمی که قصد داشته باشد در این زمینه گامی هر چند کوچک در جهت رفع این موزل بردارد، ممانعت به عمل می‌آورد؟ آیا کار دیگری وجود دارد که در جهت حل این موزل اجتماعی را ارائه داد؟ بله، سوال خوبی. متاسفانه حکایت یکی بر سر شاخ بن میبرید هست و حاکمیت، همونطور که بازم در صحبتام عرض کردم، یکی از محدودیت ها و موانعی که بر سر راه آموزش ها هست، سیاسی کردن مسائل اجتماعی، روانی و فرهنگی است. مثل مسئله خودکشی کودکان که یک مسئله کاملا روانشناسانه و جامعه شناختی است، یا مسئله قتل‌های ناموسی، اینها رو متاسفانه حکومت، یعنی هر حرکتی که توسط سازمان‌های مردم نهاد، توسط افراد به اصطلاح کارشناس میخواد انجام بشه، با مقاومت و مخالفت حاکمیت مواجه میشه و با اون در حقیقت برچسب سیاسی و برچسب اقدام علیه امنیت ملی و از این ماجرایی که خود شنوندگان بهتر میدونن زده میشه. در حقیقت مانع بزرگ این آموزش ها خود حاکمیت هست، در حالی که حاکمیت ها وظیفه دارن در مقابل شهروندان که امکانات در اختیارشون بذارن، مراکز مشاوره رایگان باید باشه، خانواده هایی که مشکل دارن بتونن 24 ساعت به تلفن های دسترسی داشته باشن که وقتی مشکلی حاد پیش
میاد بتونن با اون تلفن ها تماس بگیرن، یا نوجوانانی که در یک حالت روانی حادی قرار میگیرن بتونن زنگ بزنن، مشاوره بخوان و کمک بخوان. ولی وقتی شما ببینید هر چیزی رو جمهوری اسلامی میاد سیاسی میکنه، میاد مسئله امنیتی، حالا سیاسی بودن به کنار، میاد مسئله امنیتیش میکنه، خب کدوم نهاد بیاد یک تلفن 24 ساعته رو بذاره و اینکه مشاورانی رو بذاره اونجا تا بتونن مشاوره بدن. به هر حال این موزر اجتماعی مستلزم این هستش که همونطور که گفتم اینکه حاکمیت دست از این لجاجت و مقابله با دلسوزان واقعی مردم برداره. اگر این کار رو بکنه و بتونن سازمان های مردم نهاد که در این رابطه میتونن در رابطه با مسائل کودکان تخصصی عمل بکنن، بتونن وارد عرصه عمل بشن. سوال بسیار جالب دیگری الان من میبینم، همونطور که میبینید مسئله اعتیاد بین کودکان دبستانی و نوجوانان زیاد است. آیا یکی از عوامل خودکشی در نوجوانان اعتیاد نیست؟ بله، یکی از عوامل هم اعتیاد هست که به دنبالش افسردگی میاره و خب متاسفانه افراد معتاد هم سن کوتاهی دارن، به خصوص وقتی که معتاد به مواد به اصطلاح خیلی خطرناک میشن، یک جوری تأثیرات متقابل روی هم دارن. افرادی که افسرده هستن به سمت اعتیاد میرن و برعکس افرادی که معتاد میشن افسرده میشن، یه به اصطلاح تأثیر متقابل داره. و آمار بازم در این مورد ما آمار دقیقی نداریم. من سالهای حدود شاید بشه گفت 14 سال پیش اگر اشتباه نکنم، سال 2006 تحقیقی رو روی روش‌های درمانی مختلف روی معتادان، 4 روش شناختی، رفتاری، گروه درمانی و دارو درمانی رو روی معتادان به مواد مخدر 142 مورد رو مورد مطالعه قرار داده بودم که در این مطالعه اتفاقا یک چیزی رو که یکی از در حقیقت نتایج این تحقیق که بسیار مهم بود این بود که اعتیاد در خانواده هایی که مادر تحصیل کرده هست و حتی مادران شاغل کمتر از مادران خانه‌دار بود، اون تحقیقی که من انجام داده بودم. و یادم هست که من میخواستم که در یک به اصطلاح کنفرانسی بود نتایج این تحقیق رو ارائه بدم، ساعت 10 شب به من زنگ زدن و گفتن که اجازه ارائه رو ندارم. از این سوال دیگه، آیا فکر نمی‌کنید بعضی از این کودکان شبیه سازی می‌کنن چون صحنه‌های خودکشی در تلویزیون جمهوری اسلامی و اعدام‌های خیابانی رو می‌بینن؟ خب این بی تأثیر نیست. ببینید در جامعه‌ای که در میادین شهر میبرن و اعدام میکنن، مسلما کودکانی که میرن اونجا در روح و روانشون تأثیر میذاره، مسلما این هست. و رادیو تلویزیون نقش خیلی مهمی داره. اولا اینکه بعد فیلم هایی که برای سنین خاصی نیست، اونها خانواده باید توجه بکنن. الان بچه ها گوشی های همراه دارن، خانواده باید یعنی کنترل آزاردهنده نباید باشه، بلکه کنترل همراه با آموزش باید باشه. یعنی کودک رو بهش آموزش بدن چه چیزی خوبه براش، چه چیزی بد هست. اینا مستلزم اینه که خود پدر مادر آگاهی داشته باشن. به همین دلیل است که من روی آموزش خیلی تاکید میکنم، به اینکه بایستی این امکان باشه که مرتب کسانی که میخوان بچه دار بشن قبل از بچه دار شدن باید براشون آموزش هایی گذاشته بشه و در طی زندگی هم مرتب باید این تداوم داشته باشه این آموزش ها، چون بنا به تغییراتی که در جامعه ایجاد میشه یک سری مسائل هست که خانواده ها باید بدونن. مثلا فرض کنید همین رشد تکنولوژی و دسترسی کودکان به گوشی‌های همراه باعث میشه که خب بتونن در زمان تنهاییشون فیلم‌هایی رو ببینن که خب شاید در فضای عمومی خانواده نباشه. این خیلی مهم هست که یک نظم و ترتیبی رو در خانواده ها وجود داشته باشه و کودک اگر به پدر و مادرش اعتماد داشته باشه، اگر پدر و مادر رو دوست خودش بدونه به راهنمایی ها هم توجه میکنه. چرا به نظر من مسئله علنی کردن این اعدام ها و فیلم هایی که نشون داده میشه بی تأثیر نیست؟
دیگر اومده که آیا این خودکشی در کودکان فقط در طبقات پایین خیر، فقط در طبقات پایین نیست. باز من در صحبت‌های اولیه‌ام مثالی زدم به کودکی که در شهرک غرب 12 ساله بود و با کلت به مغز خودش شلیک کرد. پدر و مادرش پزشک بودن یا پدر بزرگ مادر بزرگ. خیلی از موارد هست که کودک در خانواده‌هایی هستن که از لحاظ اقتصادی وضع خوبی دارن. مسئله افسردگی عوامل مختلفی داره و همطور که عرض کردم مثلا یکی از مسائل همین جدایی پدر و مادر و اینکه بچه رو بچه معامله قرار دادن وسط در کشمکش ها وارد کردنش، اینها همه تأثیر داره و اینکه ولی مسئله اقتصادی هم تأثیر داره. منتها اون آماری که گفتم بین 250 نفر حالا 250 مورد خودکشی انجمن دفاع از حقوق کودک انجام داده بود، عوامل دیگری رو مورد بررسی قرار داده بودن که یکیش عوامل اقتصادی است ولی عوامل متعددی وجود داره و صرفا در طبقات پایینی. یک سوال هم اینجا مطرح شده، آیا این خودکشی ها بیشتر در ایران دیده می شود یا در جهان هم عمومیت دارد؟ ببینیم مسئله عمومیت، خب یک کلمه خیلی چیزی هستش. خودکشی همه جا اتفاق می افته ولی یه وقتی هست که یک اتفاقی یک بحران میشه در جامعه. مثلا فرض کنیم که خب حالا باید مطالعه کرد در کشورهای دیگه، آیا کودکی به خاطر مثلا داشتن نداشتن گوشی تلفن یا نداشتن اینکه یک لباس نو باشه خودکشی میکنه؟ اینها پدیده‌هایی است که من فکر میکنم بیشتر در جامعه ایران و یا جامعه مشابه ایران، مثلا فرض کنیم کشورهایی مثل افغانستان، مثل کشورهایی که شرایط مشابه دارن با ما، ممکنه اتفاق بیفته که به هر حال این که در جاهای دیگه وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه، اگر که وجود داشته باشه، این در حقیقت توجیهی نیست که ما بگیم حالا چون در جای دیگه وجود داره و در ایران هم حالا وجود داره پس مسئله قابل توجهی نیست. خیر، ببینید مثلا در سالهای اخیر خب این میزان خودکشی خیلی چشمگیر بوده در همین دوران کرونا که خب به هر حال بخشی از مسئله مربوط به خانه نشینی است، فشاری است که روی همه هست ولی این فشار روی کودکان دو چندان هست و حالا بزرگتر مسئله شاید فشار اقتصادی رو درک بکنه که به چه دلیل هست، ولی برای یک کودک خردسال که نمیتونه درک درستی از ماجراها داشته باشه خودشو مقایسه میکنه و اون رو به صورت یک در حقیقت خیلی بدبختی بزرگی میبینه و فکر میکنه دنیا ارزشی نداره. چرا مثلا دختر همسایه میتونه یه لباس نو داشته باشه خودش نمیتونه و اون موقع دست به خودکشی میزنه؟ بخوام به صلا مختصر بگم همین، همه جا هست کمابیش ولی نه به بحرانی که الان در ایران وجود. خب یه سوال دیگه هم اومده، آیا این خودکشی ها ربطی به عدم شناخت جامعه چه از طرف والدین چه عدم آموزش از طرف دولت میتواند باشد؟ من فکر میکنم سوالی مقدار تکراریه. بله، همونطور که عرض کردم خود خانواده ها باید آموزش ببینن، اینا تأثیر داره و جامعه هم که به هر حال درسته دولت ها گفتیم که بایستی امکانات در اختیار شهروندان قرار بدن، آموزش ها باید درست باشه و گفتم که نقص متاسفانه برنامه های آموزشی دولت هست. عرض کردم که کلیشه های جنسیتی، آموزش های نادرست از طریق رسانه ها، اینها همه در این بروز این پدیده اصطلاح فاجعه بار تأثیر داره. به نظر شما ممکن است خودکشی نوجوانان به صورت یک ناهنجاری اجتماعی در جامعه ایران جا خوش کند؟ خب الان مسئله اینه که این ناهنجاری اجتماعی که هست وجود داره، یعنی اینکه کودک الان سن خودکشی در ایران به 8 سال رسیده، این یک ناهنجاریه. اصولا خودکشی کودکان ناهنجاریه، یعنی کودک بایستی اصلا تمام زندگیش سرشار از بازی و شادی باشه. یعنی مسئله اینکه مرگ این به مرحله برسه که کودک 8 ساله فکر کنه نمیخواد زندگی بکنه، اینکه بفهمه مرگ چی هست و خودش رو برای رهایی از اون رنج مرگ رو انتخاب بکنه، این یک ناهنجاری هست و متاسفانه به هر حال فعلا در نقاط مختلف ایران مشاهدش هستیم. اینه که بایستی حکومت فکری بکنه و بفهمن که سیاست هایی که در طی این 42 سال داشتند نتایج بسیار فاجعه باری داشته در همه ابعاد.
شما ببینید وقتی یک پدری به نوزاد 17 ماهی خودش تجاوز میکنه، این ناشی از چی هست؟ این آدم بیماره، این آدم ها بیمار هستند و بیمار شدنشون هم بی ربط به آموزش ها نیست، آموزش هایی که داده میشه. شما ببینید مثلا در کشورهایی که این مسائل کنترل بدن زن وجود نداره یا خیلی کمتر هست، مسئله تحریک مردان، مسئله اینها آموزش داده میشه، اینها آموزش داده میشه و کودکان و نوجوانان در سنی که دیگه مقتضی هست مسائل بهشون یاد داده میشه، ولی متاسفانه این مسائل در کشور ما تابو هست و سعی میکنن همه چیز رو با مخفی کاری و با انکار کردن و به هاشتی روندن ظاهرن حل کنن که ما الان نتایجش رو ببینید. اینجا سال شده اصولا پای استدلال برای خودکشی در بزرگسالان و نوجوانان یکی میباشد، مثلا به بنبست رسیدن آرزوهایشان. من معتقد هستم که ببینید در بزرگسالان متفاوت هست. مثلا ممکنه یک کسی در بزرگسالان به یک رأس فلسفی رسیده باشه، مثل خودکشی صادق هدایت، یه مقداری متفاوت از خودکشی، یا مثلا فرض کنیم بعضی از خودکشی ها هستند که جنبه سیاسی دارن، مثلا طرف میره جلوی مجلس خودش رو آتیش میزنه. فقط مسئله به اصطلاح بنبست رسیدن آرزوها در بزرگسالان نیست، یه وقتایی هم به عنوان اکت سیاسی حتی به مسئله خودکشی یا یک اکت فلسفی نگاه میشه. البته نمیخوام بگم همه بزرگسالان اینجوری هستن، ولی میخوام تفاوتی که بین خودکشی کودکان و خودکشی بزرگسالان هست. ولی خودکشی کودکان در حقیقت یک چیزی هست که ممکنه حتی یک آن باشه، در حالی که در بزرگسالان ممکنه مدت ها به این مسئله فکر بکنه، یک پروسه باشه و در طی به اصطلاح اون پروسه به این نتیجه برسه که زندگی اهمیت نداره. و حتی در بعضی از بزرگسالان برای جلب توجه است و مثلا میدونن که نمیخوان خودکشی کنن، ولی خودکشی در یک حدی به اصطلاح دست به این کار میزنن که بتونن نجات پیدا بکنن. ولی در مورد کودکان این شکلی نیست واقعا. کودکان خیلی خالصانه، وقتی که خب ممکنم هست واقعا آنی باشه، یعنی با یه دعوایی که مثلا پدر و مادر با اون بچه میکنه فکر بکنه که بچه پدر مادر دیگه دوستش ندارن، بچه برای پدر مادر اهمیت نداره. به همین دلیل ما باید در رفتارمون با نسبت به کودکان خیلی مواظب باشیم. تفاوت‌های از این نظر وجود داره، هم از لحاظ نوع مثلا وسیله‌ای که انتخاب می‌کنن و هم از مسیری که طی می‌کنن، اینها متفاوت هست. دوباره سوال شده که در طبقات آیا این خودکشی در کودکان فقط در طبقات پایین؟ عرض کردم خیر، خودکشی در فقط در طبقات پایین نیست، جوابش رو قبلا خدمتون عرض کردم. سوال شده آیا فکر نمی‌کنید در اساس اندیشه‌های چپ و سوسیالیستی مانعی برای خودکشی باشند؟ خب ببینید واقعا ما تحقیقی در این مورد نداریم که من اینجا بتونم بگم که این درست هست یا نیست، و ولی به هر حال اون اندیشه هایی که امیدواری درشون هست و میتونه کمک بکنه به تفکر مثبت. ولی در کودکان که خب کودک اصلا کودک 8 ساله چیزی از اندیشه های چپ و سوسیالیستی نمیدونه، کودک کودک است و در دنیای کودکی خودش است. من فکر میکنم که خب ادبیات کودکان، ما متاسفانه از نظر ادبیات کودکان در کشور فقیر هستیم. ادبیات کودکان میتونه ادبیات امید بخش باشه، این خیلی مهمه که کتاب های خاص گروه های سنی مختلف داشته باشیم، ولی به خصوص بعد از انقلاب متاسفانه این وضعیت خیلی بدتر شده. قبل از انقلاب کانون پرورش فکری بود و روی این مسئله خیلی توجه بود. خب من خواستم در پایان برنامه از پروین عزیز که این برنامه رو تدارک دیدن تشکر کنم، از دوستانی که در اتاق تشریف داشتند و سوالاتشون رو مطرح کردند، و امیدوارم بتونیم با تکرار این برنامه، با تداوم این برنامه ها اطلاع رسانی بیشتری بکنیم، به فرهنگ سازی کمک بکنیم و اینکه گامی هر چقدر کوچیک در پیشگیری از این فاجعه که واقعا به عنوان یک در حقیقت مسئله بحرانی هست در این زمان بهش توجه بیشتری بدیم. با
با تشکر از شما عزیزان که در این برنامه شرکت کردید و سپاسگزاری از رضوان عزیز که دعوت ما را قبول کردند، تا برنامه آینده برایتان سلامتی و شادی آرزو می کنم.